خب این الان این دوستانی که اومدن رفتن در واقع با همون زمانه، حالا یا یه روزه یا 5 روزه یا هر چیز، آخرش ما حالا به اینجا رسیدیم که هیچی دستمون نیست، هستی همش از دست رفته. این سخنان علی باقری پس از توافق برجام است. دو اکنون ریاست تیم مذاکره کننده ای را عهده‌دار است که از تهران مأمور به احیای برجام است. ظاهرا چیزی هم نمانده که کار تمام شود، اما این توافق یک بازنده بزرگ دارد. باقری: شاخه داخلی مخالفان توافق را جریان‌هایی در داخل اردوگاه اصولگرایان از جمله جنس جبهه پایداری تشکیل می‌دهند. آنها از هر نوع توافقی که جنس آن دادن امتیاز و اخذ امتیازی دیگر باشد بیزارند، اما ماجرا زمانی غیر قابل هضم‌تر برای این جریان می‌شود که علی باقری که برآمده از این جریانات است در خط مقدم مذاکرات قرار گرفته است. با همین پیش زمینه بود که از سال قبل انتقادات تند آنها با سخنرانی محمود نبویان نماینده جبهه پایداری در مجلس و مخالف دو آتشه برجام علیه توافق آغاز شد، آن هم درست از زمانی که افراد نزدیک به این جریان از تیم مذاکره کننده برکنار شده بودند. نبویان گفته بود آمدند به ما گفتند آن تیم انقلابی آدم‌های ضعیفی بودند. آقای باقری کنی به این نتیجه رسید که باید از تیم ظریف استفاده کند. کار به جایی رسیده که باقری به بچه‌های انقلابی گفته تندید. کار به جایی رسیده سر تیم مذاکرات من دیگه اسمش نمیارم، این که از خودمونه به این بچه انقلابی میگه شما تندید. وقت میان میگن که اون تیم انقلابی آدمای ضعیفی بودن، آقای باقری به این نتیجه رسید که باید از تیم آقای ظریف استفاده کنه. اینا ضعیف بودن، شما قوی تر از فردی که الان گذاشتید کنار تو این من این مقدار کتلا دارم تو ایران دارید، تو ایران قوی تر از ایشون دارید؟ فعلا که گذاشتم کنار، صبران عزیز آماده یک برجام دیگری باشید. نبویان آن روزها ابایی نداشت از اینکه نوک پیکان را به سمت دوست سابق خود بگیرد و بگوید آمریکا قوی ظاهر شده اما دوستان ما بسیار ضعیف ظاهر شدند. شنان قوی تو مذاکرات الان حاضر می شود و دوستان ما بسیار ضعیف حاضر شدند. ظاهراً آن روزها و در اسفند سرد 1400 توافق آنطور که نبویان هم گفته تمام بود. باقری کنی آمده بود تا امیر عبداللهیان را برای امضای توافق به وین ببرد، اما موانع و اتفاقاتی بار دیگر توافق را 6 ماه به عقب انداخت. حالا هم تقریباً همان حرف‌ها را بار دیگر در مورد توافق می‌شنویم. این بار شاید نتوانند مانع توافق شوند، اما نقدهای پایداری نشان می‌دهد سر سازگاری با باقری کنی ندارند. در هفته گذشته و پس از آنکه ایران جمع‌بندی خود از پیشنهاد اتحادیه اروپا را به آنها ارائه کرد، انتقادات از باقری کنی آغاز شده است. تیم سعید جلیلی از مدت‌ها پیش سعی کردند که فاصله گیری خود از باقری را علنی کنند. نخستین بار این جلیلی بود که تلویحاً نظر منفی خود را نسبت به مذاکرات با آمریکا برای احیای برجام بیان کرد. پس از او مسعود درخشان استاد اقتصاد و عضو حلقه صفر جلیلی با روند مذاکرات مخالفت کرد. اکنون اما عباس رنجبر از نزدیکان جلیلی و اعضای دفتر او در توییتی مسئولیت تبعات مستقیم توافق را نه شورای عالی امنیت ملی بلکه ابراهیم رئیسی و باقری کنی معرفی می‌کند. او نوشت احیای روح برجام و تز رسوا شده ی حل معیشت از طریق سازش در اذهان مردم، شرطی کردن اقتصاد و اعمال خودتحریمی علیه نهادهای داخلی، اعطای مجدد اهرم فشار مکانیزم ماشه و نظارت‌های استثنایی به آمریکا و جاسوسان اسرائیل و غیره. آقایان رئیسی و باقری، مسئولیت مستقیم تبعات این تصمیم بر عهده شماست. کار به اینجا ختم نشد. فریدون عباسی هم که روزگاری در کنار باقری کنی و سعید جلیلی در دولت احمدی نژاد سر رشته امور هسته‌ای و مذاکرات را در دست داشتند، در انتقادی تند گفت هرچه میگوییم شما در این مذاکرات درباره چه چیزی صحبت میکنید پاسخ دقیقی نمیشنویم. او در ادامه هم تاکید کرد که آبی از توافق برای مردم گرم نمیشود. برجام که الان به نظر من یه کاریکاتوره، یعنی برجام چیزی نداره توش. باقری کنی بازنده بزرگ این مذاکرات خواهد بود.
موافقان برجام مخالفت های چند سال قبل او را فراموش نکردند و پس از این هم با مقایسه داده ها و ستاده های توافق به نقد او خواهند پرداخت. او و مجموعه دولت باید توضیح دهند ثمره یک سال و نیم فاصله با توافق عراقچی در خرداد 1400 چیست، آن هم با روزی 5000 میلیارد تومان عدم و نفع ایران از بازار سعودی نفت در ماه‌های اخیر. مهمترین که باقری کنی در نزد دوستان سابقش نه تنها قهرمان نخواهد بود، بلکه شمایل فردی مطرود را خواهد داشت. اظهارات کسانی چون فریدون عباسی که به مردم میگوید انتظار نداشته باشید توافق بر زندگی تا نصر پررنگی داشته باشد، تاییدی است بر اینکه توافق احتمالی آن چیزی نیست که پایداری ها حاضر باشند از آن دفاع کنند. بدنه ی جریان ضد توافق با آمریکا هم دل خوشی از باقری نخواهند داشت، چه اینکه از همین الان هم هر گونه توافق را خسارت بار و ننگین می‌دانند. ظاهراً بخشی از مجلسیون هم از توافق و باقری راضی نیستند. میگویند بسیاری از تحریم‌ها و قوانین مثل کاتسا، یوترن و ایسا که در قانون برجامی مجلس ذکر شده لغو نشده است. با این تفاسیر در صورت احیای برجام اولین و مهمترین بازنده آن کسی نیست جز علی باقری کنی.